اعتراضات مدنی در ایران. آیا این شیوه اعتراض ها میتونه موثر باشه؟ روز چهارشنبه رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد در تهران در اعتراض به وضعیت رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در اعتراضی مسالمت‌آمیز با سرعت پایین و چراغ‌های روشن رانندگی کردند. در عکس‌ها و فیلم‌هایی که از این اعتراض مدنی منتشر شد مشخص شد که نیروهای مدیریتی و امنیتی حضور چشمگیری داشتند و سعی می‌کردند که مانع این اعتراض‌ها بشن، اما موفق نشدند. باید اشاره کنیم که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در اعتراض به فشارهای دادستانی و وضعیت نامناسب زندان نزدیک به 40 روزه که در اعتصاب قضاست و سلامتیش با خطر و خطر جدی مواجه شده. اما در برنامه امروز میخوام از شما بپرسیم که به نظر شما اعتراضات مدنی تا کنون در ایران چه نتیجه‌ای داشته و به نظرتون اینکه این اعتراضات کوتاه مدت نتیجه بخش هستن یا در دراز مدت نتیجه بخش خواهند بود و اینکه نافرمانی مدنی تا چه زمانی میبایستی اصولا ادامه داشته باشد. اما راه‌های ارتباطی برنامه روی خط و بهروز، مثل همیشه از شما دعوت میکنیم در برنامه روی خط حضور پیدا کنید. برنامه متعلق به شماست و نظرات شما. راه‌های ارتباطی ما رو حتما میشناسید، فقط برای یادآوری از شماره تلفن ما گرفته تا اسکایپ روی خط هم اکنون آزاد هستن تا باهاشون تماس بگیرید. در طول برنامه هم به طور مداوم زیرنویس میشن روی خط در شبکه‌های مختلف اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک و اینستاگرام اکانت داره، اونجا هم میتونید در بحث مشارکت داشته باشید یا اینکه اگر میخواید در برنامه شرکت داشته باشید میتونید شماره تماستون رو از اون طریق به دست ما برسونید. یک راه ساده هم کانال تلگرام صدای آمریکاست، کافیه سند وی او ای رو در تلگرام سرچ کنید تا قبل از هر برنامه صدا و تصویر از خودتون بفرستید یا اینکه حتی در طول برنامه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. پیامگیر اتوماتیک هم یک راه دیگه یه تماس با برنامه روی خطه. من بهروز صمدبگی هستم و سعی میکنم هرچه بیشتر نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی رو در این برنامه منعکس کنم. بله، و به سراغ تلفن ها بریم. آقای بهمن از ایران از طریق تلفن همراه ماست. آقای بهمن، به نظر شما چرا اعتراضات مدنی تا کنون در ایران نتیجه نداشته؟ با درود خدمت شما. ما در ایران اعتراضای به این شکل رو نداشتیم. به اون صورت یکی دو تا کمپین بود که تقریبا به نتیجه رسید، ولی خب وسط راه به حساب مردم ول کردن. اولی اگه به تاریخ نگاه بکنیم خیلی تاثیرگذار بودن. ما تا 200 سال قبل در امریکا زنان حقوق برابری با مردان نداشتن، تا 100 سال قبل در روسیه هم همینجور زنان حقوق برابری با مردان نداشتن، ولی به واسطه همین اعتراضات مدنی تونستن حق خودشون رو از جامعهشون بگیرن. ولی متاسفانه در ایران اینجور اعتراض ها زیاد عمری نداره، ولی مطمئنن به نتیجه میرسه. اگر خب که آقای بهمن، خیلی از مطالباتی که در واقع برای اون اعتراض میشه مسائلی هستش که نه سیاسی هستش نه امنیتی هستش، مسائلی هستش که خیلی هم میتونه اجتماعی باشه و به هر حال حق طبیعی هر شهروندی در جامعه است. به عنوان مثال میتونم اشاره کنم به بحثی که در مورد اسید پاشی ها در اصفهان بود، اعتراضاتی که صورت گرفت که با اونها برخورد هم شد. چرا به عنوان مثال مسئله مثل بحث اسید پاشی که به هر حال در سایر شهرهای ایران هم مردم بسیار همدردی کردن، ناراحت شدن، بحثی بود که امنیت اجتماعی ایران به خطر افتاده بود به خاطر اون حادثه، اما باز اون هم به نتیجه نرسید به عنوان مثال؟ چون واقعا میگم اینها از دامن و از بطن جامعه بلند میشه. باید جامعه با همدیگه یک صدا بشه، باید ملت درد هموطن همشهری خودشو
درد خودش بدونه. یک واقعیت دیگه این که ما مردم باید به این باور و خودباوری برسیم که ما هستیم که مسئولین هستن، ما هستیم که از خودمون میایم رئیس جمهور انتخاب میکنیم، از پایین ترین رده تا بالاترین رده حتی رهبر، از ما ولی نعمت اونها هستیم. ما ملت باید به این خودباوری برسیم، اگر ما هستیم اونا هستن. ممنون از شما. اگر ما نباشیم ممنون از شما بهمن که تماس گرفتید. بهمن اشاره که به بحث اتحاد، به بحث خودباوری که مردم باید داشته باشن، نظر بهمن رو شنیدیم. از ایران به ایران بریم. آقای امیر از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای امیر سلام بفرمایید، روی خط هستید. آقای امیر سلام بفرمایید، روی خط هستید. آقای امیر صداتون اگر یه مقدار ضعیف، اگر یکم بلندتر صحبت. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و مجریان عزیز صدای آمریکا. صدام واضح؟ بله بفرمایید. بله. عرض خدمت، شکل اعتراض در ایران از نوع تعامل حکومت بایستی تأثیر بگیره. مثلا در اعتراض به انتخابات فرمایشی و کاندیدای از پیش تعریف شده، عدم شرکت در انتخابات نوعی اعتراضه و که نوعی اعتراض، در واقع نوعی مبارزه منفی و روشنه. در زندان نخوردن غذا و اعتصاب غذا. در اعتراضات مدنی سکوت تظاهرات کردنه. در اعتراضات مدنی با همین چراغ روشن اومدن به میان خیابان هم. اما اگر شما سوال از من میکنید که آیا این تأثیر میگذاره در رویه دولت، من فکر نمیکنم. حالا اگه خب سوال بپرسید. آقای امیر شما البته اشاره کردید به اینکه اگر به عنوان مثال در ایران بخواد چنین اعتراضات مدنی صورت بگیره تغییر ایجاد نخواهد کرد، اما اون چیزی که حداقل از تجربه و تاریخ به دست اومده این که چنین اعتراضاتی در طی سالیان مختلف در بسیاری از کشورها تونسته که تغییرات بزرگی رو در پی داشته باشه. چرا فکر میکنید که چنین چیزی در مورد ایران عملا کار نمیکنه؟ ببین خصلت ایران متفاوت است از مثلا همه حکومت ها. مثلا وقتی که آقای خزعلی خودش رو به در واقع اعتصاب غذا رو پیشه میکنه، یکی از بالاترین مقامات قوه قضاییه میگه یه آقازاده کمتر. ببین این بله تأثیر خودش رو قطعا میگذاره، یعنی هر قول معروف میگن چشمه بر سنگ خارا هم اثر میگذاره، اما در خیلی دراز مدت، در مدت زمان خیلی طولانی تر. چون اساسا حکومت ایران به هر اعتراضی خیلی اعتنا نمی‌کنه. امیر من متوجه صحبتت هستم، اما یه بحثی که هستش، ما امروز یه مقدار بیشتر اومدیم تفکیک کردیم به بحث مشکلات و معضلات اجتماعی که در ایران وجود داره. حالا با توجیه اینکه خب حکومت در مورد مسائلی که مربوط به سیاست یا امنیت خودش میشه خیلی سفت و سخت برخورد میکنه، سرکوب شهید انجام میده، اما در مورد مباحث اجتماعی که در واقع ایران وجود داره، بارها که خود مقامات هم نسبت به اون مثلا انتقاد کردن، هم باز شاهد همین مسئله هستیم. بله مثلا من با مثال وقتی که مردم میان از بانکی به اصطلاح اعتراض میکنن، در واقع این اعتراضشون مستقیم به حکومته، اما میان الله اکبر رو چاشنی میکنن یا میگن درود و رهبر رو چاشنی میکنن و بعد اعتراضشون رو میگن. یا مثلا در تشییع جنازه جناب آقای هاشمی فرض میکنیم میان به نوعی فرض کنیم آقای هاشمی رو در واقع پشتیبانی میکنن. کلن در واقع شکل گویش اعتراض در ایران باید متفاوت باشه و به قول فرمای شما در دراز مدت هم مؤثر هست. ممنون آقای امیر. البته این بحث دراز مدت یا کوتاه مدت پرسشی هست که ما از خدمت شما داریم در واقع به نوعی. مشغول تماشای برنامه روی خط هستید، در ادامه برنامه همراه ما باشید.
سری جدید فرارو دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. در ادامه برنامه روی خط همراه ما هستید. موضوع برنامه امروز اختصاص داره به اعتراضات مدنی در ایران. اما در صحبت‌های قبلی که آقای امیر بیننده‌ای که تماس گرفت اشاره کرد به عنوان مثال به بحث اعتصاب قضایی آقای خزلی و واکنش قوه قضاییه به این مسئله، اما بسیاری از اتفاقات که در ایران میفته مباحثی هستش که جدا از بحث سیاست و بحث امنیت در واقع حکومته که بارها به بهانه اون سرکوب کرده. تو این بخش با بهروز نگاهی داشته باشیم به برخی دیگه از مباحثی که خیلی در واقع کلی‌تر هستش و شامل مباحثی که دست حکومت رو باز ببر سرکوب نیست. بله، این نکته مهمیه افشار، این که حکومت سعی میکنه همه این اعتراضات رو سیاسی و امنیتی جلوه بده، اما خیلی از مواردی هست که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که این به قول تو واقعا سخته اینها رو سیاسی دونست. حتی تو تصاویر شاید مشخص‌تر باشه و به ذهن آشناتر بیاد. مثلا این اعتراضاتی است که به طور عمده در دو شهر اصفهان و تهران بعد از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان رخ داد. خودت هم اشاره کردی در سوالا که وقتی سال 93 اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان رخ داد، مردم به خیابون‌ها اومدن، خواستار برخورد شدن، چون جو ناامنی بسیار گسترش پیدا کرده بود. سال‌ها گذشته از اون زمان، اما نه تنها اسیدپاشی‌ها دستگیر نشدن، بلکه تعدادی از مردمی که به خیابان‌ها اومدن کتک خوردن، بازداشت شدند و تعدادی از فعالان ترتیب دهنده این تجمعات هم به احکام قضایی دچار شدن. مورد بعدی که میشه بهش اشاره کرد تجمعات معلمان هست که در سال‌های اخیر زیاد داشتیم. یکی از مهمترین تجمعات معلمان تجمعی بود که اسفند 85 به مدت 4 روز مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این تجمع هم با خشونت بسیار زیادی سرکوب شد. تعداد زیادی از اعضای کانون صنفی معلمان دستگیر شدن، هنوز بابت همون پرونده ها درگیر هستند، در حالی که یک اعتراض کاملا صنفی بود. به روز داره اشاره هم میشه توی این عکس هم که هستش، اشاره شده مثلا خواستار بحث بیمه، گزینش و کاملا استخدام هستش و یک بحث خواستار استرداد یک لایحه بودن. اما مورد بعدی در ابتدای برنامه هم اشاره شد به آقای رضا شهابی، بحث اعتراضات رانندگان شرکت واحد هست. رانندگان شرکت واحد اعتراضات بسیار زیادی داشتن، تعداد زیادی از اعضای این سندیکا هم بازداشت و زندانی شدن. همین اخیراً در 14 شهریور تجمع داشتند و با اونها هم دوباره با خشونت برخورد شد و همونطور که گفتی رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا نزدیک به 40 روزه که اعتصاب قضا کرده. و نمونه آخر که اینجا شاید در این فرصت کوتاه بشه بهش اشاره کرد، بحث تجمع حمایت از کوبانی مقابل دفتر سازمان ملل در تهران بود. در سال 93 وقتی که کوبانی در محاصره داعش بود، تعدادی از فعالان مدنی ایران به مقابل دفتر سازمان ملل رفتن در تجمع در حمایت از مردم کوبانی و این واقعا نکته عجیبی است. البته این فکر کنم همسو هم باشه با اون موضعی که مقام سیاسی بله، در حالی ایران. که ایران ادعا میکرد که مخالف داعشه و با داعش سر جنگ داره، کسایی که رفته بودن از کوبانی حمایت کرده بودن هم دستگیر شدن و گرفتار احکام قضایی شدن. بله، به هر صورت برگردیم به تلفن. ممنون از توضیحاتت بهروز. اما دقیقاً سوال همینجاست که چرا اعتراضات مدنی در ایران به این صورت سرکوب میشه و اینکه آیا این اعتراض‌های مدنی تاکنون‌های نتیجه بخش بوده یا خیر و اینکه چرا نتیجه نداده اگر پاسخ نه هستش. به تهران بریم. آقای بیات از طریق تلفن همراه ما. آقای بیات سلام، بفرمایید، روی خط هستید. سلام می‌کنم. آقای بیات بفرمایید، روی خط هستید. بله سلام می‌کنم خدمت دو مجری مسلط و خوبه روی خط. من میخوام بگم که اعتراضات مدنی در ایران نتیجه آقای بیات اگر لطف کنید صدای تلویزیون رو کم کنید، صدای ما رو خیلی سریع کنید. نتیجه مقطعی داره، متوجهید؟ بله، من از دوستان خواهش می‌کنم بله کم کم نگاه دارید. اگر بشه برای ایشون توضیح بدید که صدای تلویزیون کم کنم. مجدد به آقای بیات باز خواهیم گشت. به اسکایپ بریم. آقای محمد از
تهران از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای محمد سلام، بفرمایید، روی خط هستید. با درودهای فراوان خدمت شما آقای سیگارچی. آقای سیگارچی، بله، همون پیرو اون دوست عزیزمون که نفر اول صحبت کردن، مبارزات مدنی در دریا متاسفانه تا حالا جواب نداده و علتش اینه که مردم با هم دیگه اتحاد ندارن، با هم دیگه اینو نمیان به قول معروف این پافشاری داشته باشن و متاسفانه رحم و مروت و دوستی و بین ملت ایران کشتن. یعنی الان دیگه تو خیابون اگر من موردی رو ببینم خیلی بی تفاوت از کنارش رد میشم. مردم با هم دیگه اتحاد ندارن. از طرفی خب نیروهای انتظامی ما فکر میکنن که از کشورهای دیگه اومدن وارد این مملکت شدن، فکر نمیکنن که خب این ملت خودشونن. ما تو اعتراضات مدنی الان خب پولمون رو آقای مال سامن و کاسپیان خوردن، میریم جلوی بانک مرکزی میایم خب اعتراض مدنی داریم اونجا جمع میشیم، به جای اینکه خب بیا ببینم پولای ما همه رفته، بنده 200 میلیون پولم رفته. خب به جای اینکه شما هم که آقای نیرو انتظامی، آقای سربازی که شما رفتیم اونجا 21 ما خدمت کنی، شما از پرسنل کادر خودتون بدترین، بدتر رفتار میکنید با مردم. اینو بدونید که شما 21 ما میخواد خدمت کنید، بعدش برمیگردید تو این اجتماع. این اتفاق احتمال داره فردا واسه شما، واسه خانواده شما هم بیفته. با توجه به این اختلافاتی که وجود داره، این عدم اتحادی که هست که بهش اشاره دارید میکنید، آیا اساسا کلا اعتراضات مدنی باید به صورت جمعی حتما صورت بگیره یا نه افراد جامعه هر کدوم به نوبه خودشون هم میتونن در واقع اعتراض خودشون رو ابراز کنن؟ 100% این باید جمعی باشه. ما اگر برگردیم به تاریخ نگاه کنیم، به شخصی مثل گاندی، مثل ماندلا، میبینیم که اینا به قول معروف درست انفرادی شروع کردن ولی به صورت جمعی شده، مردم رو بالاخره تشویق کردن. مردم ما هم امروز باید با همدیگه اتحاد داشته باشن. اگر اتحاد نداشته باشن، همین کسانی که الان تو کاسپیان به قول معروف مال باخته هستن، یه سری بی تفاوت نشستن تو خونه، حالا همه نمیان جلوی بانک مرکزی. اگر واقعا کل کشور جمع بشن جلوی بانک مرکزی، یک نفر جوابگوی ما خواهد بود. محمد، من میخوام اشاره داشته باشم به یک مثلا، شما دارید بحث مال باخته ها رو مطرح میکنید، مؤسسه های مالی اعتباری یا بحث کاسپی هم، اما به عنوان مثال در زمینه بحث ملی مثل دریاچه ارومیه که یک بحث به هر مرتبط به هر ایرانی که در ایران بوده، خب بحثی بوده که همه‌گیرتر بوده. فکر میکنید علت این که به عنوان مثال اعتراضات یا اعتراضات مدنی که برای دریاچه ارومیه صورت گرفت به نتیجه نرسید، دلیل اون مثلا چی بوده؟ موضوع هم بوده که سیاسی هم نبوده که افراد بگن که نه مشکل برامون پیش میاد یا بترسن یا مشابه این؟ متاسفانه بی تفاوتی مردمه. جناب سیگارچی، من بتونم گفتم که متاسفانه مردم بی تفاوت شدن نسبت به هم دیگه. یعنی واسه شون مهم نیست. اینو واسه هم دریاچه ارومیه رو، واسه مثلا هم استان آذربایجان، واسه شون انگار مهم نیست که بابا اون دریاچه ارومیه اگر خاکش بلند شه کل اون منطقه شما رو تمام بیچاره میکنه، همه مردم رو بیچاره میکنه. بی تفاوتی بین مردمه. یعنی واسه شون مهم نیست که بابا. ممنون آقای محمد، سپاس از شما که تماس گرفتید. نظرهای محمد رو شنیدم. آقای محمد بحث بی تفاوتی رو عامل چنین مسئله‌ای میدونست، اما بد نیست نگاهی در این بخش داشته باشیم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی که بهروز به ما اونها رو میگه. بله، همونطور که آقای محمد به بحث انسجام و در واقع همدلی مردم اشاره کرد، این موضوع در کامنت ها هم خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. همونطور که یک کاربر در اینستاگرام برای ما نوشته، وقتی که ما عکس اعتراض مسالمت آمیز رانندگان شرکت واحد منتشر کردیم، گفته آفرین به این همبستگی، فکر میکردم اعتراض در ایران دیگر مرده. اما همونطور که گفتم خدمتتون، شما میتونید از طریق کانال تلگرام صدای آمریکا با آدرس سند ویو ای هم در طول برنامه برای ما نظراتتون رو بفرستید، میتونیم اونها رو بخونیم. من نظری رو که از تایباد به دستمون رسیده میخونم، میگه این اعتراضات در حال حاضر شاید نتیجه بخش نباشد و سرکوب شود، ولی استارتی است برای به حرکت درآوردن مردم تا از بی‌تفاوتی در بیان اعتراضشون نترسن و گفته وحشت و ترس حکومت هم از همین اعتراضاست. احتمالاً در پاسخ به این سوال افشار که پرسیده بود، فکر می‌کنید آیا این اعتراضات میتونه در کوتاه مدت موثر باشه یا در بلند مدت؟ ما باز هم به نظرات شما برمیگردیم. بله، مجدد به تلفن ها برگردیم. آقای امین از کرمانشاه از طریق تلفن همراه ماست. آقای امین سلام، بفرمایید، روی خط هستید. آقای امین اگر صدای من رو میشنوید بفرمایید روی خط هستید.
بله، مثل اینکه ارتباطون با آقای امین برقرار نشد. به آمریکا بریم. آقای فرهاد از طریق تلفن، سلام، من رو بپذیرید، روی خط هست. درود به شما. درود. ببینید من تو اون محل بودم، اصولا اینا که راننده شرکت وارد میشن، به نظر من اصلا خودگذشتگیه. تو اون شهر با اون دود و اون ترافیک از جان گذشتن، و آدم های بچه های بسیار زرنگی هستن که به حال درسشون رو تا آخر ادامه ندادن، به این کار اومدن. و خشت اول اون سندیکار و آقای استانلو خیلی خوب گذاشتن، این خیلی مهمه. و اینها به اعتصابشون ادامه میدن. کاش در بقیه مواردم این بود. من معتقدم بدون خشونت سرنگونی رژیم، تنها کاری که میشه کرد همینه، اعتصابات سراسری. و امیدوارم معلمان، رواندان شرکت واحد، شرکت های خصوصی، کارگرانی که حقوق نمیگیرن، همه اینها دستشون رو به هم بدن و اعتصابات رو تشکیل بدن. قول میدم پیروزی با ما. با توجه به صحبت هایی که دارید بکنید، احتمالاً در این زمینه مطالعاتی هم داشتید. بحثی که اساس در ابتدای این سوال پیش میاد که چرا اساسا باید قشری مثل قشر کارگر جامعه که موتور محرک اقتصاد کشور هستش در چنین شرایطی قرار بگیره که ناچار بشه دست به چنین اعمالی بزنه؟ و این خواسته های این در واقع صنف چیه؟ کارگران، فرهنگیان چه خواسته هایی مگر دارن؟ خب ببینید، در مملکتی که یکی 3 میلیارد دلار، یکی 4 میلیارد دلار، میلیارد دلار ما صحبت میکنیم، اینا بودجه یک کشور کوچیکه، برمیداره میبره، میتونه تمام آبادانی اون کشور رو، این 4 میلیارد دلار، فرض کنید جاده ها رو ترمیم کنه، مبارغ خیلی بالاست. همه با هم قول دادن این 40 دوز بغداد مملکت رو چپ آبول کنن. کارگری که 10 ساعت در روز تو دود و گازوئیل در معرض سرطان هستش، حقوق فکر کنید 1.5 میلیون تومان کرایه خونش هم نمیشه، این چطوری میتونه زندگیشو با این کار سختی که داره انجام میده زندگیشو بگذرونه؟ ممنون از شما آقای فرهاد که تماس گرفتید و نظرتون رو در برنامه ما در واقع منعکس کردید در برنامه روی خط. اما با آقای فرهاد صحبت کردید درباره برخی از خواسته های مثلا کارگران یا فرهنگیان، اما بد نیست بشنویم این بخش کوتاهی از صحبت یکی از معلمان در تجمعی که در اسفند ماه سال گذشته داشتن، بخش کوچک از خواسته هاشون رو در اعتراضی که در واقع اعتراض مسالمت آمیزی که داشتن مطرح کردن با هم بشنویم و بعد از دقایق کوتاه باز خواهیم گشت. نگاه امنیتی به تلاش های صنفی. عزیزان در نظر داشته باشن، ما عبدی‌ها رو داریم در زندان، آقای بهشتی رو داریم که هنوز پروندهش بازه، عزیزانی داریم در کرمانشاه هنوز پروندهشون بازه. یعنی به صورت همون چماق و هویجی که گفتیم رو سرشان گذاشتن، نمیذارن فعالیت بکنن. ما خواهان رفع انفصال خدمت رسول بوداغی و بازگشت وی به مدرسه هستیم. رسول بوداغی یکی از فعالان ما. ما خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی از زندان و رفع محکومیت محمود بهشتی نهرودی و لحکم حکم تبعید علی اکبر باقانی هستیم. 6. پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به طور کامل و بلافاصله بعد از بازنشستگی و پرداخت حقوق 20% شریف و آن با سایر کارکنان لشکری و کشوری و عدم حذف رتبه شغلی ایشان و همسازی حقوق بازنشستگان قدیم با بازنشستگان سال 95 به گونه‌ای که 70% ما به تفاوت در سال 96 و بقیه در سال 97 پرداخت شود. We'll be right back.
در ادامه برنامه روی خط همراه ما هستید. برنامه امروز اختصاص داره به موضوع اعتراضات مدنی در ایران، اما نوبتی هم باشه بریم نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران در فضای مجازی با بهروز. بله، شاهرخ در فیسبوک از جمله کاربران است که اظهار نظر کرده و معتقده که اعتراض مدنی یعنی اعتراض بدون خشونت. البته همین در همین برنامه چند دقیقه پیش بررسی کردیم که برخی از همین اعتراضات که برگزار شد، تجمعات که برگزار شد، از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد نه از طرف مردم. اما نظراتی که در طول برنامه به دستم رسیده رو بخونم. رضا هم رو بحث انسجام و همدلی خیلی تاکید داشت و میگه که خیلی این حرکت رانندگان شرکت واحد رو بزرگ نمیدونست، اما گفته خوبه چون انسجام باید از یه جایی شروع بشه. سحر اما مخالفه و میگه مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض مسالمت آمیز سرشون نمیشه و این روش ها به جایی نمیرسه. تقریبا از هر دو زاویه و نظرگاه ما مطلب داشتیم، کامنت داشتیم. بعضی میگن باید روش های در واقع اساسی‌تری در پیش گرفته بشه و برخی ها معتقدن که این روش ها جواب میده. ما باز هم نظرات مختلف شما رو در شبکه اجتماعی بررسی خواهیم کرد. بله، برگردیم به خطها. آقای امین از طریق تلفن از شهر کرمانشاه همراه ماست. آقای امین سلام بفرمایید. درود بر شما آقای سیراشتی. درود بر شما و همکاران عزیز و تمام بینندگان. خواهش می‌کنم. امیدوارم روزی برسه چیزی به اسم خشونت نداشته باشیم تو این ایران عزیز ما. امیدوارم مامورین نیرو انتظامی و امنیتی با خشونت سرکوب نکنن این اعتراضای مردم اینا. همان آقای شهابیا بدانن که تنها نیستن، کلی امیده برای ما. امیدوارم کل ایران و برادران تمام ایرانی عزیز، اونی که ایرانی و دلش برای ایران نسوزه، بی تفاوت نباشن. اون برادری که در بانک اعتراض میکنه که پول ما خوردن، اون برادری که داداش بدان. اون خواهری که میبینه در بانک اینا اعتراض میکنه، اون خواهر رو بدان. نیروهای مسئولین محترم اینا دولت جمهوری اسلامی بدانن چه از لشکری و کشوری این اعتراضات ادامه داره. کار به استخوان مردم رسیده اینا، اون از بوکان دون، از آواز دون، از ارومیه دینا، تمام شهرستان ها اون از اخوان دینا خیلی عالی بود. اینا تا که من چیز رانندگاه اینا خیلی 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 براشان اینا سپاس میفرستم، اینا درود میفرستم که این کار را انجام دادن. اینا امیدوارم اینا ایرانی ها از این بیتفاوتی بیان بیرون. ممنون آقای ممنون شما آقای امین که تماس کردیم و نظرتون رو در برنامه منعکس کردیم. اما بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به بخشی از قانون اساسی که در مورد این اعتراضات یا به نوعی تجمع که در اون به چه صورت اشاره شده، چون اشاره کردن که خیلی از این تجمع با خشونت و درگیری به پایان میرسه، درگیری میان در واقع مردم یا معترضان و نیروی انتظامی که اساسا بر اساس اون چیزی که حداقل از فیلم ها پیش میاد و نشون داده میشه اینه که بیشتر از سوی ماموران نیروی انتظامی بوده. اما در قانون اساسی، در اصل 27 قانون اساسی اشاره شده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این بحثی هستش که در قانون اساسی ایران بهش اشاره شده، اصل 27 قانون اساسی. بسیاری از اعتراضات مدنی که در ایران انجام شد، از جمله اعتراضات به بحث آلودگی هوا، ریزگردها، دریاچه ارومیه، مشکلات محیط زیستی، مشکلات کارگری و مطالبات خواسته های فرهنگیان، بسیاری از اینها مواردی بوده که هیچ کدوم اونها ندان اعتراضات سلاح حمل شد، نه مخل در واقع مسائل مذهبی بوده، مسائل اسلامی بوده، اما به هر صورت با شدیدترین نفع ممکن با اونها برخورد شده. در سه سالهای اخیر هم شاهد بودیم که بسیاری از اعتراضات کارگری به خصوص با بازداشت برخی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اونها رو محاکمه کردن. حالا اینکه مطالبات کارگر در ایران چه ارتباطی دارد به بحث اقدام علیه امنیت ملی، این خود سوال بزرگی است. ارتباط اون با آقای بیات امیدوارم که وصل شده باشه. اگر آقای بیات صدای من رو میشنوم بفرمایم روی خط هستید. خط دو موجودی توانا و مسلط روی خط. آقا من میگم اعتراضات مدنی خیلی خوبه ولی نتیجهش مقطعیه. اعتراضات مقطعی ولی استارتی برای اعتراضات بزرگه. چرا اعتراض میکنیم ما؟
در حد خشونت میریم جلو، در حد خشونتمون در حد دو تا گاز اشکاوره. اینطوری نیست که دو تا گاز اشکاور میزنن همه متفرق میشن. پس اگه ما میخوایم اعتراض کنیم باید واقعا وایسیم تا آخرش وایسیم. اگه دو تا باتون هم میخوریم وایسیم که حرفمون رو برسونیم، بگیم آقا جون ما این خواستمون اینه. در غیر این صورت خب همیشه همین میشه دیگه، یه اعتراضی میشه و تمام دو تا گاز اشکاور یه آب میپاشن روشون رو فرار میکنه. ممنون آقای بیات از تهران که تماس گرفتن. اتفاقا سوال اصلی برنامه امروز هم در برنامه روی خط همین مسئله هستش که اعتراضات مدنی تا کنون چه نتیجه ای داشته، بحث این که کوتاه مدت یا مدت طولانی تری باشه چقدر میتونه نتیجه مطلوب تری داشته باشه، بحثی که آقای بیات هم به اونها اشاره کرد، بحث در واقع مقطعی بودن اعتراضات و اینکه زود کوتاه آمدن شاید یکی از مباحثی بود که بهش بشه اشاره کرد که آقای بیات در برنامه امروز مطرحش کردن. به مشهد بریم. آقای محمد حسن از طریق تلفن همراه ماست. آقای محمد حسن سلام، بفرمایید، روی خط هستید. سلام عزیزم. سلام، خسته نباشید. ممنون. من چند مورد اعتراض کردم. صداتون یه مقداری داره ضعیف میاد این طرف، یه لحظه اگر صدای تلویزیون رو آقای محمد حسن ببندید. من صدا قطع کردم، منتها صدای شما دیر به من میرسه، توجه فرمودین؟ بله. الان اگر صدای من رو میشنوید شما بفرمایید، ما نظرتون رو میشنویم. بله، من جانباز 50%م. چندین مرتبه صدا کردم، خواهش کردم از دولت که این قرامت جنگی رو از عراق بگیرن، 1,000,000,000,000 دلاره. چندین دفعه من انتقاد، تنها انتقاد من این بوده، ولی روی ماشین من اومدن اسید پاشیدن. من جانباز 50% ارتشم، 40% دائم بنیاد. من با سرگردی دارم 2,400,000 حقوق میگیرم، 50%م جانباز ارتشم، نصف بدنم از دست دادم، امروز بمیرم از فردا بهتره. من تشنج داشتم، روزا الان تبدیل شده به شبا، شبا با باز گرفتن زبونم، خونی کردن زبونم، از خواب بیدار میشم، چیزی برای از دست دادن ندارم. من زندگیم اصلا پاشیده شده دو سه مرحله به خاطر این مردم. این 50% دیگرم بازم حاضرم به خاطر این مردم از دست بدم، هیچ برام مهم نیست. من زندگی دوست دارم، منتها نه به این صورت که سالها جنگ بکنم. من با دکتر شمران هم رزم بودم، سپاهی که الان سپاه شده یک زمانی من اونو سپاه کردم، من بهشون آموزش دادم، من ارتشی بودم، من نظامی واقعی ارتش بودم، اون سپاه رو من سپاه کردم، به اینا آموزش دادم، پشتیبانی اینها بودم. اما الان بنده یک درجه‌دار سپاه دارم، حقوق میگیرم. خدا رو خوش نمیاد ظلم چقدر. این همه انتقاد فلان، تن انتقاد من این بوده، اما اومدن رو ماشین من اسید پاشیدن. الان 6 ماهه که با همون ماشین من دارم راه میرم، چون جرئت نمیکنم که باز رنگش بزنم. حسن ممنون شما که تماس گرفتید. به هر صورت آقای محمد حسن انتقاداتی داشت، درد دلی داشت که تماس گرفتید در برنامه روی خط. تا حدود در تیم تا خارج از موضوع برنامه، ولی به هر صورت صحبت های آقای محمد حسن رو از مشهد شنیدیم. بعد از مجدد در این بخش نگاهی داشته باشیم نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی با بهروز. بله، من باز از نظراتی در طول برنامه به دستم رسیده شروع کنم. مرتضی از جمله مخالفان روش‌های مدنی اعتراض هست و میگه اینا به جایی نمیرسه، فقط با براندازی جمهوری اسلامیه که موفق خواهند شد مردم به تحقق مطالباتشون. اما جلال میگه که شاید این اقدام خیلی مؤثر نباشه، اما از سکوت بهتره و باید از طرف کل جامعه حمایت بشه تا بتونه مؤثر باشه. و همونطور که گفتیم مناسبت خبری که ما به این موضوع می‌پردازیم بحث اعتراض مدنی رانندگان شرکت واحد. یک توییت از بتی رو با هم بخونیم که در اشاره به همین اعتراضی که روز چهارشنبه انجام شد میگه شرافت آموختنیه، کافیه چند دقیقه نزدیک ایستگاه BRT بایستید تا ببینید با وجود فشارها تا این ساعت چراغ‌ها روشنه. در عکس ها هم میبینید و همونطور که افشار گفت تعداد زیادی نیروی امنیتی و مدیریتی حضور داشتن تا جلوی اعتراض رو بگیرن، اما قابل توجه بود حضور رانندگان شرکت واحد در این اعتراض مسلمت‌آمیز. بله، برگردیم به خط ها و اسکایپ. آقای رحیمی از ترکیه همراه ماست. آقای رحیمی سلام، بفرمایید، روی
خط هستید. سلام آقای سیگارچی. سلام از بنده. حسن باشید. ویتگنشتاین فیلسوف و روانشناس بزرگ آلمانی، بنیانگذار یک طرح و یک پروتکلی بود به نام شکستن اراده ملت‌ها که در بیشتر سازمان‌های امنیتی دنیا برقرار شد. الان جمهوری اسلامی به واسطه کارشناس‌های روسی همین کار داره در ایران می‌کنه. شما چند وقت پیش متوجه شدین در تلویزیون یکی از همین سران جمهوری اسلامی اومد گفتش که آقای روحانی خودش شخصاً دستور بازداشت و حبس کروبی و آقای کروبی و آقای موسوی رو داده. ببینین موقعی که مردم این چیزا رو میشنه من خود به خود ارادهشون سست میشه، خود به خود میشکنن مردم. یعنی شما معتقدید که در واقع با یک رهبری حتما وجود داشته باشه برای در واقع بیان کردن مطالبات مردمی؟ رهبری هستش جناب سیگارچی. حالا ما میگیم شاهزاده رضا پهلوی، نه کسی دیگه، رهبری هستش. مردم باید با همدیگه یک دست بشن، یک صدا بشن. جمهوری اسلامی شما توجه داشته باشین در جریان جنگ ایران و عراق تا زور روش نیومد سازش نکرد، در جریان همین هسته ای تا زور روش نیومد سازش نکرد. زبون جمهوری اسلامی زور زبون جمهوری اسلامی. آقای رحیمی، سوالی که حالا اینجا دارم با توجه به محوریت برنامه و اون خبری بوده که در جهت حمایت از آقای رضا شهابی در واقع اتوبوس ها به نوعی با اعتراضی که با سرعت کم و چراغ روشن در واقع اعتراض خودشون رو به گوش دیگران رسوندن، فکر میکنید چنین اقدامی چقدر نتیجه بخش خواهد بود؟ چطور میتونه نتیجه مطلوب تری بذاره؟ برها به نوعی یک تجربه است که داریم در ایران شاهد اون هستیم. این حالت یک استارتو داره، این حالت یک حرکت اولیه رو داره که مردم شروع بکنن به جنگیدن با جمهوری اسلامی، با مبارزه کردن با جمهوری اسلامی. این خوبه، نه این که بد نیست، خیلی هم خوبه، دستشون هم درد نکنه، ولی جوابگو نیستش. این آینده رو میتونه روشن بکنه. ممنون آقای رحیمی از ترکیه که تماس گرفتین. نظر آقای رحیمی رو شنیدیم. از ترکیه به تهران بریم. آقای عبدالمجید از طریق تلفن همراه ماست. آقای عبدالمجید سلام، بفرمایید، روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. برنامه بسیار خوبتون. ما همه موافق هستیم به این اعتراضات، ولی مشکل اصلی اینه که ما سازمان مدنی که در ایران خیلی کم داریم، ولی اونایی هم که در خارج هستن با ما هم فکر و همکاری ندارن، و این تعداد کمی هم که مثلا فرض میرن در جایی تظاهرات میکنن، چون برنامه ریزیش نشده است نتیجه ای نمیده. مثلا روزه جمعه که اینا میرن نماز جمعه، ما هم که مخالفیم اگه بریم اونجا رئیس نماز جمعه مجبور میشه به ما جواب بده. ما این کار رو نمی کنیم. اینه که میرن مثلا جاهایی، یک به نظر من اشتباه جاشون، باید برن جایی که همه تظاهر کننده های خب. آقای عبدالمجید، ما یه بحثی که مطرح هستش در دقایق پیش اشاره کردیم به اصل 27 قانون اساسی که میگه که اعتراضات و تجمعات تا زمانی که با حمل سلاح و مخل مبانی اسلام باشه در واقع نباشد مشکلی نداره و میشه برگزار بشه. حالا بحث مباحث مختلفی رو بهش اشاره کردیم. بهروز در بخش از برنامه اشاره کرد به بحث اسید پاشی ها، اشاره شد به بحث اعتراضات برای دریاچه ارومیه، اشاره شد به بحث حمایتی که از کوبانی وجود داشته، ولی همه این موارد تقریبا با به نوعی به خشونت کشیش از سوی نیروی انتظامی در واقع مواجه میشه. آقای عبدالمجید؟ بله، گوشم باشون. بله. این به خاطر اینه که سازمان مدنی که ما نداریم، اگر هم این که هست دارن، برنامه ریزی رو درست نمیتونن بکنن. یا همون سال 88 هم برنامه ریزی اشکال داشت که به شکست خورد. ما الان هر موقع میخوایم اعتراض بکنیم، بهترین موقعشه که روز جمعه اینا که میرن نماز خونه، ما هم که مخالفیم بریم اعتراضاتمون رو به اونا بگیم. ممنون آقای عبدالمجید. آقای عبدالمجید هست تهران تماس گرفته، من نظرشون رو در برنامه روی خط منعکس کردم. به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم، همراه ما باشید.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران. بله، در دقایق پایانی به نوعی نزدیک میشه برنامه امروز اختصاص داره به موضوع اعتراضات مدنی در ایران، اما در این بخش بهروز همراه ماست که اشاره داشته باشه به برخی از مسائل و مشکلاتی که مربوط میشه به اعتراضات مدنی در ایران. بله افشار، همونطور که گفتی دقایق پایانی هست، من خیلی سریع فقط به عنوان نمونه 4 تا نمونه از فعالان مدنی رو بهشون اشاره میکنم. سعید شریعتی، یکی از معترضان به اسیدپاشی‌های اصفهان، محمود بهشتی لنگرودی، معلم و یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و آتنا دائمی، یک فعال مدنی که یکی از مواردی که برای حکم قضایی صادر شده همون بحث شرکت در تجمع حمایت از مردم کوبانی مقابل دفتر سازمان ملل در تهران هست. این افراد نمونه هایی از افرادی هستند که در تجمعات یا حرکت های صنفی شرکت کردند، یا مثل سعید شریعتی در یک حرکتی که کل آرامش و امنیت مردم ایران رو نشانه رفته بود. که حتی این مسئله اگر ببخش بره وسط صحبت، ولی این مسئله حتی اونقدری مورد توجه خود مقامات ایران هم قرار گرفت که دستور دادن که سریعا رسیدگی کنن، حالا بماند که بعد بله، حس قوه مأمور شده بودن بله. که رسیدگی کنن، اما به هیچ جایی نرسید. کاری که انجام دادن این بود که با این فعالان برخورد کردن. این سرنوشتی است که عموماً گریبانگیر فعالان مدنی در ایران میشه و اینها افرادی هستند که همونطور که اول برنامه گفتیم حکومت هم به سختی میتونه اتهامات سیاسی و امنیتی به اینها الساق کنه. ممنون از توضیحات بهروز. برگردیم به خطها. آقای خزایی از تهران از طریق تلفن بفرمایید روی خط هستید. آقای خزایی سلام. با سلام و درود بر شما و همه بینندگان صدای آمریکا. خدمتتون عرض کنم که بله، همین که آقای عمر توی خط چندی پیش گفت که ما باید همه با هم اعتراض بکنیم و نتیجه بگیریم و واقعا باید این کار رو کرد به نظر من، چون اینا به دلیل اینکه از اعتراضات مردم میترسن و علت این که سرکوب میکنن همین هستش. یکی از علتهای این که بیش از حد سرکوب میکنن مردم را همین وحشتی که دارن و مبادا مردم بلندشن و اقدام بکنن. و الان متاسفانه کشور ما را به تاراج بردن، واقعا اقتصاد اینجا را فلج کردن و به خدا قسم میخورم مردم برای خریدن نون خیلی هاشون پول ندارن نون بخرن. خیلی در این نونوایی ها تابلو نوشتن که شهردار دستور داده اینا جمع کنن که ما نون را نسیه نمیدیم. آی سیگارچگی، خانواده 5 نفره در ایران در چقدر نون میتونه بخوره؟ 5,000 تومن بیشتر نمیتونن اینا نون بخورن، ندارن 5,000 تومن پول نون بدن که نون بخورن. وضعیت رو اینقدر خراب کردن، بعد میاد یارو یک دفعه میلیاردها بدون از این کشور بلند میکنه و بدون اینکه کاری باش بکنن اختلاس کرد رفت. میان در شهرداری ها میرن و بالاترین قراردادها رو سوری میبندن و پیش پرداخت ها رو میگیرن با یه چک شخصی، بعد میگن نداشت ضمانت نامه بانکی. من خودم شرکت دارم، شرکت ساختمانی دارم، ضمانت نامه بانکی یا باید پول بدی تو حساب یا ملکی را به اندازه 70% قیمتش به شما سند رسمی داشته باشه قیمت گذاری میکنن، به اندازه 70% اون به شما ضمانت نامه بانکی میدن. چطوری میان به اینا میلیارد پول میدن و بدون اینکه ضمانت نامه ازش بگیرن؟ بله بابا، اینا این وضعیت رو برای ما ایجاد کردن. متاسفانه اصلا باید من فکر میکنم این مردم
بلند شن و یه جایی شروع بکنن، دادی بزنن که ما مشکل داریم، بیچاره شدن مردم، وضعیتشون خرابه، یک نفرم که میخواد یه اقدامی بکنه خفه خون بهش میدن که دیگه دیگران هم میبینن که بابا نمیتونن. ممنون آقای خزایی، مرسی از شما که تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. به خوزستان بریم. با ما از طریق تلفن، اگر اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم، همراه ما هستن. الو الو، آقای برنا بفرمایید، روی خط هستید. سلام علیکم، خسته نباشید. من از خوزستان مکرمان صحبت میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. سال 57 که مردم رفتن تو خیابون، مردم اصلا نمیدونستن برای چی رفتن تو خیابون، اصلا سردرگم بودن. موقعی که فهمیدن اون فعالان سیاسی شرکت کرده بودن، همه یا از کشور خارجن یا کشته شدن. حالا مردم بی سواد بارو بردن، مردم ما خودم هم یکیشون، ها سطح فکرشون خیلی پایین، نمیدونن حقوق مدنی چیه. برای رأی که میدن 4 سال یه بار برای نمایندگی، بری ازشون بپرسی، میری تو صف برای رأی، نمیدونن چیه. وقتی حق رأی 4 سالم حق مدنی اجتماعی خودشونه، با یک شارژ میفروشه. او چه ملتیه؟ و ملت میتونه اینطوری خودش نجات بده؟ مقصر اصلی ملته، مقصر اصلی مردم ما خودمونه که نیمه وقتی رئیس جمهور تو صورتشون قشنگ دروغ میگه، روزا دروغ میگه، مردم باز میره رأی میده. وقتی کسی نمیفهمه خود توی مملکت چی میگذره و اینا میدونن حقوق مدنی چیه. ممنون آقای برنا، مرسی از شما که تماس گرفتید. به خراسان بریم. آقای نجفی از طریق تلفن روی خط هستن. آقای نجفی سلام بفرمایید، روی خط هست. جناب افشار سلام، خسته نباشید. به بیننده‌گان سلام میگم. آقای افشار، 38 ساله این آقایون بزرگوارا، آقای حیف بزرگوار بگم یا آقایون، دروغ گفتن به مردم، مدینای نالایق گذاشتن در رأس به اصطلاح کارخانجات، ادارات. موقعی که بانک کاسبیان به دستور آقای جهانگیری 300-400 میلیارد تومان میده به استیل البرز، و آقای ایسنامی در مشهد به دستور آقای ایسنامی دیگه میاد میلیاردها تومان میده به پدیده شاندیز، باید این مسئله به وجود بیاد. کارخانجات مشهد 90% آفه. حالا آقای نجفی، به برخی از این مشکلات که دارید اشاره میکنید، خب اینها در خبرها اومده، ما هم تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم در برنامه روی خط به بسیاری از اونها اشاره کنیم. بحث اینجاست که هر از گاهی میشنویم خبری از اعتراضات مدنی در ایران. موضوع برنامه اختصاص داره به اینکه این اعتراضات تا کنون آیا نتیجه بخش بوده، نبوده، دلیل چی بوده، کوتاه بودن زمان اعتراضات، یا بفرمایید. یه سر من تو کارخونه که کار میکردم، خواسته قانونیمون بود، نه خطا رو ما میخوابوندیم و خطا کار میکرد، حرفمون هم میزدیم. آقایون به اصطلاح نظامی ها میآمدن یا اطلاعی ها میگفتن، اطلاعاتی ها میگفتن چرا؟ گفت آقا برید ببینید خطوط رو، ببینید خطوط داره کار میکنه. ما هم اعتراض سنفی داریم که سهمیه مونا 2 ماه 3 ماه 4 ماه سهمیه که یه پودر برف و 4 تا زمین و صابون و مثل روغن لادمیه همون رو 3-4 ماه قطع کردن. ممنون آقای نجفی، مرسی از شما که تماس گرفتید. حتی تو بخش از صحبت آقای نجفی اشاره کردید به میزان مبلغی که در مورد آقای جهانگیری اشاره کردید که اون مبلغ 400 میلیارد نبوده، 120 میلیارد بوده. گفتیم اینجا اشاره کنیم، اصلاح کنیم. به مشهد بریم مجدد. آقای هاشم از طریق تلفن همراه ما است. آقای هاشم سلام بفرمایید، روی خط هستید. سلام عرض کردم. خواهش میکنم، بفرمایید. شبتون بخیر، خسته نباشید. ممنون. اولا تشکر میکنم از شما که کانال ایجاد کردین که حداقل مردم بتونن صداشون رو به گوش بقیه هموطناشون برسونن. من معتقدم که حکومتی که خودش با همین روش، یعنی با اعتراضای مدنی روی کار اومد، قطع به یقین بلده که این فن و بدلش رو بزنه و هر جا که تجمعی اعتراضی به شکل اعتراضای مدنی انجام میشه، بلافاصله آقایون یه تعدادی از افراد خودشون رو میفرستن و طبیعتاً افرادی رو میفرستن که بلدن چی کار کنن. هم ترس ایجاد میکنن بین مردم،
و هم باعث میشن که دل سرد شن. بیشتر فکر میکنم نبود هماهنگی و مدیریت بین این اعتراضات و اینکه یک انسجام سراسری باشه و بتونن این اعتراضاتشون رو ادامه بدن و یک قانونمندی ایجاد بشه برای اینکه هر کسی که اعتراض میکنه بتونه پای اعتراضش وایسه. متاسفانه توی حکومت جمهوری اسلامی با کوچکترین تجمعی انگ همینی که خودتون الان فرمودین اقدام علیه امنیت ملی. آیه هاشم خیلی ممنون از شما که تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اما به پایان برنامه رسیدیم، نوبتی هم باشه برسیم به در واقع مهمترین های فضای مجازی با همکارم بهروز. نسرین ستوده وکیل یک کودک 5 ساله که از سال پیش مورد آزار و سوء استفاده جنسی پدرش قرار گرفته، در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران پرده از ابعاد تأسف‌آور یک پرونده قضایی برداشته و گفته که از همه وجدان‌های بیدار تقاضای کمک دارم. این تقاضای خانم ستوده با واکنش‌های در شبکه اجتماعی مواجه شده. همونطور که در توییت نیکی محجوب می‌بینید، داستان از این قراره که کودک 5 ساله بارها مورد تجاوز پدر قرار گرفته. بیمارستان‌های دولتی هم تایید کردند، اما 8 ماه گذشته و دادگاه هیچ کاری نکرده. در توییت دیگر هم می‌بینید که تازه پدر علیه مادر و مادر بزرگ بچه اعلام شکایت کیفری به اتهام توهین و افترا کرده و مادر بزرگ بچه هم بازداشت شده. کاربری به نام هنری نوشته این رویه چندمین بار داره اتفاق میفته، یک جور تنبیه برای پیگیری کننده، یک جور ایجاد یأس برای کسایی که در آینده میخوان پیگیری کنن. بخش دیگری از مصاحبه خانم ستوده هم مورد توجه این کاربر قرار گرفت که توییت کرده وقتی پدر بچه خودش را بکشد قصاص نمیشود، در واقع فرهنگی را ترویج میکند که اختیار جان و مال و روان کودک را به پدر میدهد. این بخش بررسی داغ‌ترین های فضای مجازی بود. شما میتونید برای این بخش هم حتی پیشنهاد داشته باشید. برنامه امروز هم با موضوع اعتراضات مدنی در ایران به پایان رسید. اما شما میتونید موضوعات پیشنهادیتون رو برای ما ارسال کنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، از موضوعات هر روز با خبر بشید. و تا دوشنبه شب روزگار خوش. وقتتون بخیر. صدای آمریکاست.